در این شماره از بسته اخبار فرهنگ و هنر ایسنا خبرهایی از بازگشایی کنسرت‌ها از اول آذر ماه در ایران، نامه ی علیرضا داوودنژاد به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. اظهارات وزیر ارشاد درباره تأمین کاغذ. وزیر ارشاد درباره موضوع تأمین کاغذ مورد نیاز کشور گفته ما همه زیرساخت‌های لازم را در اختیار داریم و تا یک سال و نیم آینده تقریباً در صنعت تولید کاغذ به خودکفایی می‌رسیم. هفته گذشته جلسه‌ای با معاون اول رئیس جمهور داشتیم و امیدواریم برنامه و زمان‌بندی دقیقی تدوین کنیم تا به 80% تولید مورد نیاز برسیم. وزیر ارشاد همچنین گفته در طول یک سال به تولید حدود 300 هزار تن کاغذ نیاز داریم و این رقم هم اکنون رقم پایینی است، ولی کارخانه‌هایی در مازندران، فارس و خوزستان داریم که اگر آنها را فعال و واردات را مدیریت کنیم می توانیم امیدوار باشیم. چند سالی است که نبود کاغذ و گرانی آن باعث ایجاد مشکلات زیادی در نظام چاپ کتاب و نشریات کشور به وجود آورده است. جوایز سینمایی ایران در جشنواره‌های جهانی. جشنواره بین‌المللی فیلم‌های آسیایی بارسلون سه جایزه بخش ویژه خود را به فیلم‌های ایرانی اختصاص داد. جشنواره بارسلون از 27 اکتبر تا 7 نوامبر 2021 در اسپانیا برگزار شد. در این رویداد فیلم درخت گردو به کارگردانی محمد حسین مهدویان جوایز بهترین فیلم و بهترین کارگردانی بخش ویژه را برد و شنای پروانه به کارگردانی محمد کارت جایزه بهترین فیلمنامه را به خود اختصاص داد. همچنین فیلم جهان نیمکره شمالی ساخته حسین تهرانی برنده جایزه آینده سینمای آسیا از 34مین جشنواره بین‌المللی فیلم توکیو شد. امیر آقایی هم برای بازی در فیلم چهار دیوار به کارگردانی بهمن قبادی جایزه بهترین بازیگر مرد این جشنواره را به صورت مشترک با سه بازیگر مرد دیگر این فیلم دریافت کرد. آغاز ثبت نام کتاب فروشی ها در پاییزه کتاب. ثبت نام کتاب فروشی ها در طرح پاییزه کتاب 1400 از دیروز یعنی 20 آبان در سراسر کشور آغاز شد. طبق اعلام ستاد خبری هفته کتاب، کتاب فروشی های سراسر کشور می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی tehran.kitab.ir نسبت به ثبت نام در طرح پاییزه کتاب 1400 اقدام کنند. کتاب فروشی های مشارکت کننده در طرح های پیشین توزیع یارانه کتاب برای شرکت در این رویداد نیاز به ثبت نام مجدد ندارند و کافی است با مراجعه به پنل کاربری خود شرایط شرکت در طرح را تایید و اطلاعات خود را ویرایش کنند. 29مین دوره هفته کتاب ایران از 24 آبان تا 1 آذر با شعار جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم برگزار می شود. نامه علیرضا داوودنژاد به وزیر ارشاد. در پی سخنان اخیر وزیر ارشاد مبنی بر اینکه بعضی فیلم‌ها اشکالاتی دارند و من حاضر نیستم آنها را با خانواده ببینم، علیرضا داوودنژاد کارگردان با سابقه سینمای ایران نامه‌ای خطاب به وزیر ارشاد منتشر و در آن تاکید کرد علاج ابتذال اعتلای سلیقه است. داوودنژاد در بخشی از این نامه آورده مطالعه تاریخ سینما در ایران گواهی می‌دهد که اولین عامل بروز ابتذال در تولیدات سینمایی سانسور است. سانسور با جدایی انداختن بین زندگی واقعی و جاری در جامعه ایران با آثار فرهنگی و هنری و سینمایی موجب می شود تهیه کنندگان در انتخاب موضوع فیلم از واقعیت ها رو بگردانند و به جای الهام گرفتن از زندگی ایرانی به آثاری چشم بدوزند که از خارج وارد می شود و آنها به منزله کلیشه و الگو نسب العین فیلم سازان قرار بگیرند. در گذشت هنرمندان در هفته اخیر. کامبیز درنبخش، طراح، کاریکاتوریست و گرافیست ایرانی و برنده چند جایزه معتبر جهانی، ظهر شنبه 15 آبان بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. او از پیشکسوتان عرصه کاریکاتور بود و کتاب‌های متعددی درباره تصویرسازی و کاریکاتور منتشر کرده بود. درنبخش از 15 سالگی با نشریاتی مانند توفیق همکاری می‌کرد و با مطبوعات خارجی مانند نیویورک تایمز و اشپیگل نیز کار کرده بود. او از بزرگترین و معتبرترین مسابقات بین‌المللی کاریکاتور از ژاپن، آلمان، ایتالیا، سوئیس، بلژیک، ترکیه، برزیل و یوگسلاوی جوایزی کسب کرده بود. پوررنگ پورشیرازی نوازنده کنترباس از دیگر اهالی هنر و فرهنگ ایران بود که در این هفته دار فانی را ودا گفت. گشایش کنسرت ها از اول آذر. وزیر ارشاد اعلام کرده که از اول آذر مراکز فرهنگی هنری، کنسرت ها و تئاتر ها می توانند با رعایت شیوه های بهداشتی آغاز به کار کنند. محمد مهدی اسماعیلی این نکته را هم متذکر شده که اگر وضعیت کرونایی یک شهر از نارنجی به قرمز تبدیل شود، این فعالیت ها متوقف خواهند شد.
اعلام شرایط ورود مسافران به ایران. پیرو آخرین دستورالعمل ستاد ملی مدیریت کرونا، مقررات ورود مسافران به ایران به روز رسانی شد. بر این اساس تمام اتباع ایرانی و خارجی برای ورود به کشور باید تست منفی PCR به زبان انگلیسی در محدوده 96 ساعت قبل از پرواز به ایران را همراه داشته باشند و این قانون شامل حال تمام مسافران بالای 12 سال می شود. مسافران با تابعیت غیر ایرانی علاوه بر تست PCR باید کارت واکسیناسیون کرونا به زبان انگلیسی داشته باشند و از آخرین نوبت تزریق واکسن آنها دست کم 14 روز گذشته باشد. این دستورالعمل هیچ محدودیتی برای نوع واکسن مسافران تعیین نکرده است.